وقت. هیچ وقت. تو خوابم هر شب. Oh my god. بله بله، هیچ وقت ایران نرفتم، دارم سب میکنم که یه روز امیدوارم برم، ولی میخوام برم وقتی فارسیم بهتر بشه. نه الان فارسیت خیلی خوبه. چون من حس میکنم ایرانیایی که تازه از ایران میرن میان خیلی خیلی تند حرف میزنن، با من اصلا نمیفهمم. نه نه شما خیلی خوب حرف میزنید، من اصلا فامیلا از ایران میان خیلی تند حرف میزنن، با من حس میکنم فارسیشون یه جوری دیگه هست. نه اتفاقا دیده جون، من الان تقریبا 11 سال آمریکا هستم، منم تو این 11 سال ایران نرفتم، ولی فکر میکنم فارسیم خیلی بد شده، چون بعضی موقعا مثلا کلمه انگلیسی رو با فارسی فهم کنم، اگه انگلیسی رو زودتر میتونم راحت تر بگم، هی میگردم دنبال مثلا فارسیش میبینم قشنگ نیست جمله، مثلا کلمه فارسیش بله. انگلیسی رو راحت میگم. یه روزی همینجوری نشسته بودیم، اتفاقا دوست منم از ایران اومده بود، خیلی مثلا فارسیش و اینا خوبه، بعد برگشتم گفتم یه گو اه این اینجا شما لباسای نرسینگتون خیلی زشته، یه بلوز و یه شلوار میپوشین، و بعد من بهش من میرم این پشت لباسمو میگیرم میدم از پشت برام ریدوزی کنن. بعد یه دفعه دیدم دوستم همینجوری داره نگاه میکنه، گفت چی ریدوزی؟ گفتم بعد گفت این کلمه رو ما تو فارسی چرا یعنی دوباره میدوزم؟ بله بله بله، یه کلمه ریو اولش آورده مثلا ریپر میخوام بکنم. بله بله. بعد اینقدر از خنده مورد، من خودم متوجه نشدم، بعد گفتم که واقعا، گفت واقعا روزی تو خیلی فارسیت خراب شده، یعنی یه چیزایی میگی خود در میاری. گفتم آره بعضی موقع هم خودم فکر میکنم، ولی گهگاهی کتاب میخونم، مثلا تو وبسایت های ایرانی میرم که هنوز یه مقداری برام پرکتیس بشه که مثلا نخوام فراموش بکنم. ولی انگلیسی شما خیلی ماشاءالله خوب هست. مرسی. من نمیدونستم فقط 11 سال مدرسه باید بری، نمیدونستم فقط 11 سال اینجا بودین، من فکر کردم مثلا 20 سال اینجا هستین، شاید هم بیشتر. آره تقریبا 11 ساله که از کشور عزیزمون ایران، که واقعا دلم هم برای ایران خیلی تنگ شده و دوست دارم که برم. 11 سال پدر مادرم رو اکچولی ندیدم، اونا فقط من روی اینترنت و روی فیسبوک و روی تلویزیون. هر دفعه امید ایران رو روشن میکنن شما رو میبینن. خلاصه ویدا جون، من دوست دارم از کارات بگی، کار هنرپیشگی تو از کی شروع کردی؟ اصلا رفتن به هالیوود خیلی سخته، خیلی. اصلا جابی گرفتن تو این آدیشن ها قبول شدن من میدونم که کار هر کسی نیست، خیلی ها میان پشت در هالیوود میمونن، اینجا دیگه لس آنجلسه، من میدونم همه دنیا دوست دارن هالیوود رو ببینن و هر کسی خب قیافه خوبی داره یا مثلا تلنت خوبی داره فکر میکنه راحت اگه بره کار براش هست، راحت میتونه بره توی هالیوود. من میدونم که رفتن به هالیوود، حالا هر به هر دلایلی و شما هر هنری که داشته باشین یا زیبایی یا هر چیز دیگه، خیلی کار راحتی نیست. میخوام ببینم کارتو چجوری شروع کردی، چی شد که راه پیدا کردی به هالیوود؟ اول تو امپروو و سکچ کامیدی بودم، با خیلی امپروو فکر میکنم درس خوبیه، چون حالا که تو کار صدا برداری وایس اوور هستم، خیلی خیلی کمک میکنه که آدم on your feet باشه، امپروایز کنه، خیلی خیلی خوبه. از تاعت شروع کردم، تو دانشگاه یه کمی نزیاد، چون درس اقتصاد تمام وقت منو گرفت، بیزار شدم از درس اقتصاد و ریاضی و استاتستیکس و اینطور چیزا، ولی وقتی وقت میکردم تو تئاترای دانشگاه مریلند یه کمی بودم، با از اون راه شروع کردم تو این کارا، با آن کامرا اکتینگ، بعدن اونچلی وایس اوور. بات آی هاف تو سی من خیلی وایس اوور رو دوست دارم، خیلی خوشم میاد، چون آدم میتونه هر ریختی داشته باشه، هر رولی رو بازی کنه. Exactly. با خیلی خوشم میاد. آی تینک شاید چون اول با اینکه توی رادیوی زپرتی دانشگاهی کار کردم، من اول بالاخره آی تینک بعد اگه خیلی فکر کنم از این موضوع تو رادیو شروع کردم، سو ایت میکس سنس که توی وایس اوور هستم. و آی تینک خیلی تکنولوژی کمک میکنه، آدم از هر جایی تو امریکا میتونه خودشو روی تیپ بذاره آدیشن بکنه. البته بعضی وقتا میخوان آدم خودشون ببینن، کاستینگ دایرکتور، دایرکتور اینتور آدم و پروداکشن، ولی مخصوصا برای کار وایس اوور خیلی تکنولوژی کمک کرده. یعنی من میتونم تو گنجم رکورد کنم آدیشن، البته کارهای بزرگو نمیتونم، آدیشن خیلی بزرگ مهمی بهتر یه استودیو برم، ولی مثلا تو پورتلند اورگن ایجنت دارم، برای من آدیشن میفرسته، تو گنجم میرم رکورد میکنم، ایمیل میکنم، تموم میشه. خیلی از این لحاظ کار پیدا شده، خیلی وبسایت های جور به جور هست که آدم میتونه سبمیت کنه اینطور چیزا. ولی من فکر کنم از همه چی مهمتر روزی جون اینه که آدم یه کمیونیتی پیدا کنه. با چند تا بچه های خیلی خوب جوونک دارم کار میکنم، یواش یواش هم دارم کارگردانی میکنم، خیلی راحت تره تا آدم این ور بره آدیشن، اون ور بره آدیشن، آدمو میخوان، آدمو نمیخوان. البته اینم راه خوبیه، ولی
I think personally مثلا خیلی مثلا تو وایس اوور حس میکنم که با اینکه همه چی رو اینترنت باید با مردم کانتکت داشته باشیم، بالاخره با مردم باشیم، با یه کمیونیتی کوچیک آدم پیدا کنه خیلی خوبه، خیلی بهتره. اتفاقا تو یه وب سریز هستم به نام گرین مانر که یه پسر جوونک به نام مایک والنتینو نوشته، با قبلا